بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. خب این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه که مصلی که داخل مسجد میشی سر نیزه هایت متوجه شو که سر ناآگاهانه سر کسی نخورد، این کار را باید بکنی. خب پس چی گونه می شود که یک نفر که خود مسلمان بگوید و خود اجازه از این را بدهد که در داخل مسجد یک مسلمان را به قتل برساند، در اونجا بم انفجار بدهد، در اونجا کاری را بکند که خون یک مسلمان بریزد؟ لا اله الا الله. هر کسی که در مسجد بم میمانه مسجد را ناامن میسازد او مسلمان نیست، این یقین داشته باش. ربنا رب القلوب وهو علام. یک قضیه است که دشمنان خدا آسان چیز پیدا کرده، خودشان بم میمانند، خودشان زمینه مساعد نه تا مساجد را ناامن بکنند. با دیگر یک دستگاه که بسیار خوب داره به اوجا دیگه پاکش میکنه. مسلمانی کار مسلمانی کار می مسجد را ناامن حتا حتا نکار نه. فی الغروب نوره یهدی العصا. شعرهایی که در افغانستان مروج است نه چی میگه فخرالدین میگه چی میگه بیا که میخونه کلی کفریات میخونه، نیمش کفریات است. صحیح شد، غیر الله را چق بزن و علی جان علی جان تو شفا میتی، تو مرض دور میکنی، تو این میکنی، تو این میکنی، کفر است. و تعقیب باب های گذشته در کتاب صلات باب را میگذارد، باب یأخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد. باب ثابت در بیان ای که یأخذ بنصول النبل، یک انسان بگیرد به سر نیزه های خود یا سر تیرهای خود را، اذا مر فی المسجد، انگامی که در مسجد مرور میکنند، در مسجد میگذرد. یعنی به تعبیر که این باب ثابت در بیان ای که یک شخص باید بگیرد نگاه بدارد سر نیزه های خود را، سر تیرهای خود را وقتی که در مسجدی از مساجد مرور میکند، میگذرد. چرا نگاه بکند که نشود کسی را آسیب برساند و کسی را به او اوگار بکند. ای باب را شروع میکنه به حدیثی که و بهی حدثنا قتیبة بن سعید، به این رابطه حدیث به ما گفت حضرت قتیبه بن سعید بغلانی رحمه الله، قال حدثنا سفیان، و اومد که به ما حدیث گفت حضرت سفیان، قلت لعمر، ما برای حضرت عمر گفتم اسمعت جابر بن عبدالله یقول، آیا ای را شنیدی که حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه می فرمود که می گفت مر رجل فی المسجد، مرد در مسجد روان بود و معه سهام و امرایش تیرها بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام برش فرمود که امسک به نصالها، امون سرای نیزه را چی بکن؟ او را نگاه بکن، او را متوجه باش. در این حدیث میبینیم که چهار نفر هستند: قتیبه ابن سعید بغلانی، سفیان ابن عیینه، عمرو بن دینار و
و عبدالله بن جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهم و ارضاه. طبیست که این حدیث را امام بخاری در کتاب صلات روایت کرده و این حدیث را جای دیگری هم امام بخاری رحمه الله به شکل دیگری هم روایت میکنه که امام مسلم در ادب روایت کرده، ابن ماجه هم در کتاب ادب روایت کرده و امام بخاری در کتاب الفتن از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و ارضا علی بن عبدالله از او روایت کرده. در مجموع این حدیث در رابطه و مسئله ادب است و امام مسلم از حضرت قتیبه روایت کرده. در کلش موضوع واضح است که مرادش حفظ ادب و در مسجد است، از جملیشی که یک نفر مسلح به چی شکل داخل مسجد می شود. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم طوری که بخاری در تاریخ الاوسط یک حدیث را روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال جنبوا مساجدنا صبیانکم و مجانینکم و شرعاکم و بیعک و شراعکم و بیعکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم و اقامت حدودکم و صل سیوفکم و اتخذوا على ابوابها المطاهر و جمروها فی الجمع. میگه همیشه مساجدتان را از اطفال نگاه بکنید، اطفالی که نمیتونه که پیشاب خود را نگاه بکنه زیرا میشه که نجسش بکنه. امیر قم مساجد را از دیوانه ها نگاه بکنید که نشاید بیادبی در مسجد بکند و از مسجد خرید و فروش را چی بکنید؟ باز بدارید، در مسجد خرید و فروش نکنید. امیر قم در مسجد آوازتان را بلند نکنید، خصومت هایتان را در جا مطرح بکنید و در مساجد حدود را چی نکنید؟ نافذ نکنید. این نکاتی است که باز جایش قابل بحث است که انشاءالله در خودش میاد و در مجموع حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما شما چند چیز میدهد. اول موضوعش است که تأکید حرمت مسلمین، یعنی به این معنا که پیغمبر علیه السلام وقتی که فرمود که امسک بین صالحا اما سر نیزه هایت را نگاه بکن، چرا نگاه بکنه؟ بخاطر که حرمت مسلمان ثابت است. خداوند متعال بر ما و شما خون مسلمان، آبروی مسلمان، مال مسلمان را حرام گردانیده، یعنی هیچ کدام حق نداره که بری تجاوز بکنه. بنابراین در مسجد که جای عبادت است، در اینجا هم باید چی بکنی؟ تو یک کار نکنی که خون یک مسلمان بریزد. چرا؟ مساجد جای امن است و به هیچ وجه کسی تعرض نباید بکند. خب این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه که مصلی که داخل مسجد میشی سر نیزه‌هایت متوجه شو که سر ناآگاهانه سر کسی نخورد، این کار را باید بکنی. خب پس چی گونه میشود که یک نفر که خود مسلمان بگوید به خود اجازه از این را بدهد که در داخل مسجد یک مسلمان را به قتل برساند، در اوجا بم انفجار بدهد، در اوجا کاری را بکند که خون یک مسلمان بریزد؟ این در قاموسی مسلمان نیست. مسلمان این کار نمیکنه. این ایمان داشته باشیم، مسلمان این کار نمیکنه. هر کسی که در مسجد بم میمانه، مسجد را ناامن میسازه، او مسلمان نیست. این یقین داشته باشیم، مسلمان این کار نمیکنه. زیرا وقتی که خدای را حرام گردانیده تو به خاطر چی میخوای؟ هدفت از این کشتن چی است؟ یک قضیه است که دشمنان خدا آسان چیز پیدا کرده، خودشان بم میمانند، خودشان زمینه مساعد نه تا مساجد را ناامن بکنه، با دیگه یک دستپاک بسیار خوب داره در اوجا دیگه پاکش میکنه. مسلمانی کار میکنه؟ مسلمانی کار میکنه مسجد را ناامن بسه؟ قطعا کار نمیکنه. همیشه کافرها هستن، بیدینا هستن، خوب خودشان بم گذاری میکنن و بهترین تاپر هم میزنه، میگه انتحار بود. انتحار که بود دوسیه بسته میشود، هیچ کس تعقیب کرده نمیتونه. ولی شما یقین داشته باشین که مؤمن هیچگاه حرمت مسجد را از بین نمیبره. مساجد محترم است،
خون مسلمان محترم است و به جای نباید ریختانده شود. دوم چیزی که بر ما شما در این حدیث می دهد، اما رأفت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که چقدر مسلمان ها را دوست داشت، چقدر به مسلمان ها را از ترحم سرش داشت، که پیش از پیش که کس داخل مسجد میشه برش میکنه متوجه باش که کتزی شمشیرت، کتزی سر تیرهایت، که این نیزه هایت کسی را آسیب ندی، کسی را اوگار نکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت با ما و شما مهربان بود، رؤوف پیامبر چی بود؟ رؤوف بود، عزیز علیه ما عنیتم، حریص علیکم بالمؤمنین، رؤوف الرحیم. پیامبر این سختی که با ما میاد او مبارک تکلیف میدید، او مبارک اذیت میشد. یک حدیث دیگه داریم از رأفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مسجد مبارک نشسته بود که یک تعداد از مردم آمدند که کالای بسیار اصلا سراخ سراخ و بسیار غریب، قواره هایشان هم تو گر از گرسنگی معلوم می شد، فقر در وجودشان معلوم می شد. وقتی که دید آنقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم تحت فشار آمد که میگم طبیعتش بسیار خراب شد، یعنی آثار جگرخونی در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم کلی مشاهده کردم که اینا را وضعیت شدید، چرا این رقم غریب هستن. بعد نماز خوان، در نماز که خوان باز گفت که بیاین با برادرایتان کمک بکنید، کمک هم رایش بکنید. اصحاب رسول الله را اقدر دوست داشت، اقدر یقین، ما خامتو به زبان میگیم که ما پیغمبر را جان خود دوست داریم، والله کنها یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم را جان و مال و اولاد کده دوست داشت. وقتی گیری که پیغمبر جگرخون است و او به این خوش می شود که ما به اینا کمک بکنیم، هر کس رفت تا که توانست کمک کرد، بسیار زیاد کمک کرد. یعنی هر چیزی که هر کس از خانه می آورد، یکی آرد می آورد، یکی خرما می آورد، یکی فرش می آورد، یکی تکه می آورد، اینه که انداخته رفت یک ریشه کلان جور شده از پیشش دیگه. و لحظه و لحظه این راوی میگه که ما میدیدیم که این پیامبر اصلا طبیعتش خوش میشد و اما آثار خوشی در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده شد. بنابراین پیامبر به ما رؤوف است و مسئله شفاعتش امی موضوع است که ما را دوست دارد. برفتن ما شما به طرف عذاب الله جل جلاله سخت جگرخون میشود و در کل نکات ببینیم که از یک طرف از طائف در اوجا کشیده می شود و بسیار حالت بیرحمی، وقتی که الله می خواهد که میگه عذابش بکنم، پیغمبر میگه نه یا الله، امیدوار هستم که در نسلش کس پیدا شد که بگو لا اله الا الله و محمد رسول الله. در ایجا هم در ای حدیث ما ببین که امسک بین صالح های سر ایچی تا نیزه های تا سر امی تیرای تا نگاه بکن. هدف چی است؟ که حرمت دارد، دوست دارد که یک مسلمان باید محترم زندگی بکنه، در آسیب نبوده باشه، تکلیف نبیند. سوم نکته بر ما ایره میده که کم خون و زیاد خون اردویش مورد محاسبه است. یعنی طبیعی که کسی که خود تیره میگرداند و تصادفاً به کسی اصابت نزید، خود کسی نمیمورد و بسیار کم آسیب خواهد دید یا کمک خون خواهد شد. امیر هم محترم است، ایرم تو حق نداری. بنان یک کس را که بیخی نفسش را بگیری، یه خودی که به طریق اولا دیگه، وقتی که یک جواز نداشته باشه میتونی که بگم بم بگذار، به هیچ وجه جواز ندارد. دیگه نکته داری حدیثی است که مسجد جای عبادت است، خود با وسوسه هم جواز داره که چی با صلا داخل مسجد شه، این جواز داره در صورتی که محفوظ بوده باشد. باب المرور فی المسجد، این باب هم تعلق به این باب گذشته دارد. حتی یک تعداد از شراح حدیثی تو هم میگه ضرور هم حتما بود که همین باب مرور را ذکر میکرد. یک تعداد میگه که در حدیث گذشته مرور نیامده، بنان در حدیث بعدی چون مرور آمد از این خاطر باب را جدا ساخته است. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله قال سمعنا ابا برده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
پیغمبر علیه السلام می فرماید که من مر فی شیء من مساجدنا، کسی که با این چیزا اشاره کرد به نیزه و به تیر و به شمشیر، هر کسی که با این چیزا مرور میکنه در مسجد ما او اسواقنا یا در داخل شهر ما با این چیزا میاید، به نبلین به موسر نیزه ها سر تیرها، فلیأخذ علی نصالها، پس خودش باید دست خود در مثال چیش بونه؟ سر تیزیش باید بونه، دستش باید در سر تیزیش تو بگذاره که کسی را اوگار نکنه، لا یعقر بکفه مسلمان، تا که کسی را به اصلاح ندراید و زخمی نکند یک مسلمان را، این کار باید بکند. یه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که کلمه من هر کسی که باشد، این حدیث به ما ایراد که در شهر مسلمان و در مساجد یعنی جای ازدحام مسلمان ها هیچ کس حق ندارد که با چیزی اوجا برود که در اوجا خطر برای چی باشد؟ برای مسلمان ها باشد. یعنی حق ماست که ما کسی را مسلح داخل مسجد نکنیم وقتی که احساس خطر بکنیم، حق ماست که بازارهای خود را محترم بشماریم و هیچ کس اجازه ندیم که داخل در بازارها مسلح داخل شود، این اجازه بر ماست. هرگاه کسی داخل می شود باید از او کاملا اطمینان داشته باشیم، کاملا اطمینان داشته باشیم که آسیب وضعیت را برای مسلمان ها نمی کنه. این یک موضوع است. حدثنا ابو الیمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن ظهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابو هريره رضي الله عنه انشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايده بروح القدس؟ قال ابو هريره نعم. ای حدیث را ابو الیمان حکم از نافع و او میگه به ما خبر داد شعیب از زهری و او میگه که به ما خبر داد ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم انه سمع حسان بن ثابت یستشهد ابو هریره، شنید از حضرت حسان بن ثابت انصاری که یستشهد ابو هریره، شاهد گردند حضرت ابو هریره رضی الله عنه را به این قسمش ان شدک الله، تو را به الله سوگن میتونم که هل سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، تو از پیامبر علیه السلام شنیدی که میفرمود یا حسان ای حسان عجب جواب بتی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اللهم ایده، باز پیامبر دعا کرد که خدای را تقویه کو به روح القدس به جبرائیل امین. قال ابو هريره، حضرت ابو هريره رضی الله عنه گفت که نعم ما این موضوع را شنیدیم. باب الشعر في المسجد، باب ثابت در بیان شعر در مسجد، یعنی ما اجازه از این را داریم که در مسجد شعر بسرایم و شعر بگویم یا نگویم. حدیث باب دلیل بر جواز چی است؟ بر جواز گفتن شعر در مسجد است. ولی در این حدیث شما نمی‌بینید که ذکر مسجد شده باشد، در این حدیث نیست، فقط در این حدیث همه قصد که حضرت حسان بن ثابت انصاری حضرت ابو هریره رضی الله عنه را ایچی میگرداند به حیث شاهد قرارش میدهد و طلب میکنه از او گواهی را، دیگه از او به بالاتر چیزی وجود ندارد، مسئله مسجد در ایجا نیست. ولی این حدیث را امام بخاری رحمه الله به شکل دیگر روایت میکنه که در اوجا قصه دراز است، به این تعبیر که حضرت عمر رضی الله عنه میبینه که حضرت حسان شعر را در چی گفت؟ در مسجد گفت. حضرت عمر رضی الله عنه به اساس احادیث تعبیر قبلی که گرفته بود سرش قار میشه که مسجد جای شعرگویی نیست. بعد حضرت حسان میگه که ما از پیغمبر علیه السلام بر ما اجازه داده، بلکه پیامبر خدا چطور بر تو اجازه داده؟ این استدلال که حضرت عمر رضی الله عنه کرد که ما در مسجد شعر گفتیم. بعد در اوجا حضرت ابو هریره رضی الله عنه شش ده و حضرت ابو هریره را به حیث گواه بر حدیث خود که میگیرد که
انشدک الله تو را به الله سوگند میتون که هل سمعت النبی صلی الله علیه و سلم که تو از پیامبر خدا شنیدی که یا حسن عجب ان رسول الله، ای حسن از حضرت رسول الله جواب بده برای مشرکین. زیرا قضیه طوری بود که مشرکین در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم گستاخی میکردن، شعرها میسرایدن و توهین میکردن، تحقیر میکردن. پیغمبر علیه الصلاه و السلام برای حضرت حسن گفت که جوابش به شعر بده. حضرت حسن جواب به شعر میداد، زیرا شاعر بسیار بلند پایه ای بود. اینا که می گفت پیامبر خدا گفت که اللهم ایده به روح القدس، خدای تو به روح القدس اینا چی کن؟ تقویه بکن، ذهنش سرش خلاص بکن، فصاحتش بلند ببر تا که جواب دقیق تر و صحیح تر را بده. حضرت عمر با ابو هریره میگه که تو شنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم که چنین اجازه را برای حضرت حسن داده؟ و میگه که نه، بله ما شنیدیم که پیامبر رسان چنین اجازه برش داده. خب این حدیث بر ما دلیل شد که گفتن شعر جواز دارد. یک قضیه. دوم نکته ای است که قرآن کریم هم میگه الشعراء یتبعهم الغاوون و اینهم فی کل واد یهیمون و اینهم یلقولون ما لا یفعلون. شعر در قرآن کریم مورد تأیید قرار نداده است. در حدیث دیگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم این موضوعات اقدر دوست نداشت، یعنی شعرگوی را دوست نداشت، خود شعر نگفته. به اساس این موضوعات علما در رابطه با شعر چندین موضوع دارند. اول موضوع خویی است که آیا در مسجد گفتن شعر جواز دارد یا ندارد. دوم موضوع که خود شعر در مسجد و بیرون از مسجد جواز دارد یا ندارد. در موضوع اول، شعر گفتن به طور مطلقش جواز دارد و در اینجا احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله حدیث باب است که برای حضرت حسن میگه که عجبا رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد حقش دعا میگه که اللهم ایده به روح القدس. دوم قرآن کریم هم میفرمه که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شعر میکوبد، شعر و شاعر چی میکنه؟ میکوبد و داخل استثناء چی میکنه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته میکنند، اینه باید استثناء قرار میدن. پس میبینیم که اصل در شعر حرمت نیست و جواز داره که یک انسان چی بگه؟ شعر بگوید. خب ولی گفتن شعر در اصل جواز، ولی نه ای که ما از حد برایم، یعنی به این معنا که شعر را به اندازه تقویت بکنیم، به اندازه منحمک بر شعر شویم که ما را از ذکر بگذارد، از تلاوت بگذارد، صحیح شده؟ و از چیزی بگذارد که ما در او از اغراق با پیش برویم. قرآن کریم بسیار زیبا میگه و اینهم فی کل واد یهیمون، در هر چرایی و در هر کوتل یا همتو سرگردان روان هستند. باز چی میگه؟ صفت دیگه شعر میگه و اینهم لیقولون ما لا یفعلون. بسیار زیاد سخنا را خود میگوید، خب باز خودشان عمل نمی کند، صحیح شده؟ این یک نکته است. زیاد به اصطلاح پرداز سخن دارد، خود در عمل این طبقه با بسیار ضعیف هستند، بسیار ضعیف هستند. از این خاطر شعر جواز دارد، باید گفته شود، خوب است، ولی نه به این اندازه که انسان را از ذکر بانه، از تلاوت بانه، از کارهای مهم بانه و تمام روز در شعر و شعرگویی مصروف بوده باشد. نکته دومی که با حفظ ای اصل شعر جواز دارد در صورتی که در او اغراق نباشد، در او گناه نباشد، یعنی یک حد تفصیل نشود که بعد از او باز دیگه از انسان خدا جور بکن. از انسان چی جور کنی؟ خدا جور کنی. یک از شعر را گفته بود، یک نفر را صفت کرده بود، صفتش کرده بود تا شعرش، بسیار عجیب است. یک نفر که شعر آخرش را خوانده بود، نوشته که داخلی که جل و جلاله دیگه، این صفات کلش از خدا است. یک همین مونده که جل و جلاله هم برش داد که بیگی دیگه خدای ساختی دیگه. در شعر ایتو اغراق نشودی که از حد بالا بریم و اما حدود را مراعات نکنیم. سومی که دروغ نگویم در شعر، دروغ نگویم، خلاف دین گپ نزنیم. یعنی ای تو کاره مثل این شعرهایی که در افغانستان مرواج است، نه چی میگه فخرالدین میگه چی میگه یا که میخوانه
کلی کفریات میخوانه، نیمش کفریات است. صحیح شد؟ غیر الله را چیخ بزن و علی جان علی جان، تو شفا میتی، تو مرض دور میکنی، تو این میکنی، تو این میکنی، کفر است. این رقم کفریات نبیاد. این کار نشه، صفات خدایی را به مخلوق نتن به نام شیر. ای اگر این رقم شیرگویی شد، این شیرگویی حرام است و نارواست و از این شیرها باید انسان اجتناب بکنه. این موضوع دیگه است که این شعری که گفته میشه در این شعر فحش در کلام نباشد. این شعر گفته میتونی خود، نه اینکه دو بزنی یک انسان را، در شعر دو بزنی، در شعر توهین بکنی. پیغمبر علیه السلام میفرن که علیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفواحش ولا البذیء. مسلمان نیست کسی که لعنت میگه، کسی که فحش میگه، کسی که چتیات میگه و کسی که اذیت میرسنه، کسی را هجوه میکنی یک انسان را، تحقیر میکنی یک انسان را. شعری که این بحلو را انداخت در حقیقت گناه هست و معصیت هست و در هیچ خیری نیست. پس شعر جواز میتونیم با ای اساسات، با ای پردازش. ارگاه شعر این نکات را پیدا کرد و شعر وسیله برای دعوت شد، وسیله برای اصلاح شد، وسیله برای تشویق به امور خیر شود و دفاع از ارزش ها شود، و شعر جواز دارد. هیچ مشکل ما در اون نمیبینیم. عین شکلش شعر اگر در مسجد خوانده شود، ولی شعری بوده باش که مبانی دین را توضیح بدهد، شریعت را به مردم معرفی بکند، مجالس را پر رونق بسازد. در مسجد هم گفته میتونیم، در مسجد هم گفته میتونیم و ما ندور نداریم. یعنی مجموع کلام ما این شد که هر چیز حدود خود را دارد، ارگاه حدود از او درست تمثیل شود در هیچ مشکلی نیست. میتونیم که شعر بگویم و او را برای مردم توضیح بدهیم، انشاءالله در او هیچ مشکلات نخواهد بود. در مجموع اگر ما شما خواسته باشیم که شعر بگویم و حدود را مراعات بکنیم، انشاءالله ثواب هم داره. حضرت حسان رضی الله عنه و جمله شخصیت های بلندی است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حق از او دعا کرده که خدای تو را به روح القدس چی بکن؟ و را تقویت بکن. و این در حقیقت خودش موضوعی است که ما شما میبینیم. یکی از علما ایران میگه که احسن الشعر اکذبه، اما خوبترین شعر کدام شعر است؟ او شعری که زیاد در او دروغ باشد. یعنی در شعری که زیاد دروغ بگویی طبیعتاً چی میشود؟ زیبایی پیدا میکند. و مسلمان در سخن خود دروغ باید نگوید، در سخن خود دروغ نگوید. و ایره خود شما میبینیم، ایره عملا ببینید، مثلا در جهاد افغانستان ببینید، همین شاعرها را شما مطالعه بکنید، در جهاد کم سهم گرفتن و بسیار پرداز دارن. کلشان قرائی که در خانه لکس میشینن، در جبهات نمیرن، کار نمیکنن، ولی گپای مفتشان کلگی را وادار به این میکنه که با یک طرفه بری. اسلام این رقم کار باز دوست نداره. کسی که میگوید باز عملا بکنه، خودش باید یک کسی باشه که تشویق بکنه به یک کاری که دیگران را فرا میخواند. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ما
ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا.